یغرم بده یغرم. نمیزو حالا چطوره؟ هنوزم مثل سابق مردم بهت میخندن؟ اذیتت میکنه؟ من نیستم دیگه. من مردم. حالا من گوهی میفروشم. گوهی میفروشم. گول از غیر تو بیزارم یا تو توی عقلم تو توی کارم یا برگرد تو این عالم خار سر دیوار است بر بوی گل وصلت من مشتعل خارم یار خارت که چنین باشد گلزار تو چون باشد ای برده و ای خورده اسرار تو اسرارم یار تو توی عقلم تو توی کارم یار جان که از غیر تو بیزارم یا تو توی عقلم تو توی
در بازه، هر چی هستی بیا تو. سلام حیدر خان. ببین چی اومده زن آقا عبدالله خودمون. سلام، سلام پسرم. توی عبدالله جون. سلام خاله. خوش اومدی، قدمت رو چشم. چه اومدی خاله جون، قربونت برم. همین الان خاله جون، با قطار اومدم. ببینم آقا عبدالله جون، نظام وظیفت تموم شد؟ خب معلومه، اگه تموم نمیشد که مرخصش نمی کردن. حالا قدمش رو چشممون. البته که قدمش رو چشممون، اینجا هم مثل خونه خودشه. سلامتی. بیا خاله جون بخور. وقتی خبر مرگ بابام به هم رسید خیلی دلم گرفت. دلم میخواست میتونستم قبل از مرگش حتی برای یه ساعتم که شده ببینمش، اما شب روز میشده میدیدم باز تو سربازخونه. همین که خدمتم تموم شد یه راست رفتم تهران سر خاک بابا، ولی چه کاری ها دستم برمیومد. این بود که اومدم شهر خودمون تا اقلا آرزوی اونو برآورده کنم، در زم گیلانم ببینم. خدا لعنت کنه اکبر خانو، اون باعث شد که بابام دیر مرگ بشه. خدا غرق رحمتش کنه. آمین. نصیحت اون خدا بیامرز هیچ وقت از یادم نمیره، همیشه آرزو داشت چوب برش پا بر جا بمونه. مدام به گوش من میخوند که نذارم چوب برش بخوابه. خدا بیامرز میگفت پت پت موتور کارگاه صدای قلب منه، تا اون کار میکنه انگار نه انگار که من مردم. میگفت مشغول زنبه من باشه اگه پی این کار نگیری. خب پس تکلیف من بعد از سربازی معلوم، سوار شدم اومدم به وصیتش عمل کنم. روزگار. خب حالا این حرفا رو بذاریم کنار، الان دو ساله که شما رو ندیدم. بگیم ببینم چی کارا میکنین خاله جون، چطوری؟ گیلان چطوره؟ کجا هست؟ زن حواست کجا رفته؟ نمیدونم تو امروز چت شده، این سومین باره که ظرفت دستت میافته. میدونی همو یه دختر 19 ساله رو وقتی ول کنن و برن، اون وقت که برگردن میبینن 20 ساله شده، یعنی پیر دختر شده و ترشیده و رفته پی کارش. دختر دمه وقتی که تو خونه بمونه برای پدر مادر حکم سلاطون رو پیدا میکنه. خلاصه کلوم باید با اولین بادی که میاد پرش داد. منم دادمش به اکبر خان. هوا خیلی خراب شده، مثل اینکه پنجره آشپزخونه رو باد باز کرده. الان حیاتو دود ور میداره، برم ببندمش. پشت در بچه‌رم یه سنگ بذار که باد بازش نکنه. خیلی خوب، حتی صبر نکردین آب کفن پدرم خوش بشه. پس نشون گرفتین که توفتون درست بیفته تو پیشونی ما ها؟ دست دختر شیر نیخورده من گرفتین گذاشتین تو دست اون نامرد، کسی که به پدر من نارو زده بود. مگه نامردی غیر از اینه؟ گیلان سلام، امروز زود از کار برگشتی؟ خبرای خوبی برام دارم. میدونی کی اومده؟ عبدالله پسر خالت با قطار دونیم رسیده. این خبر خوشحالت نمی کنه؟ چی میخوای بگم؟ اومده خوب، خوش اومدی. آخه اون پسر خالته، از اون بالاتر. تو به اصطلاح شیرنی خورده اون بودی. بابات وقتی بفهمه که زن من شدی خیلی ناراحت میشه. با عجله اومدی خونه که اینو به هم بگی؟ طبیعیه، اگه منم جای اون بودم ناراحت میشدم. راستی تو دلت نمیخواد به دیدن اون بری یا اون به دیدن تو بیاد؟ بالاخره هرچی باشه شما دوتا مدتی با هم پسر خاله دختر خاله بودین، نامزد بودین و از اینجور حرفا. تو میخوای من اعتراف کنم که اونو دوست دارم؟ ولی حالا من زن تو هم و اگه قرار باشه کسی رو دوست داشته باشم اون تویی. اکبر خان این حرفا رو نزن، ملال میاره. میخوام از بابت تو خیالم راحت باشه، میخوام بدونم
برگشتن اون جوان چه اثری توی زندگی ما میذاره؟ تو به من وفادار میمونی یا به اون فکر میکنی؟ میخوای بدونی ها؟ به تو وفادار میمونم. سال به خونه و کاشونم برمیگردم، به خونه ای برمیگردم که همه چیزش عوض شده و رنگ دیگه ای گرفته. پدر بیچارم در نبودن من با فقر و فلاکت مرد. دختری که میباس منتظر من میموند حالا با مرد دیگه ای زندگی میکنه. دیگه برای من چی مونده؟ هیچ. هیچ. من وارث چوب باری پوسیده ای شدم که باز چرخ از کار افتاده اونو به حرکت در میارم. چشمه ای که خوش شده حسرت نخور پسرم، فکر پیدا کردن یه چشمه تازه باش. خوش اومدی آقا عبدالله، رفته بودم لب رودخونه به هم گفتن تو برگشتی. آجام حالا چطوره؟ میبینم هنوز سر حاله. نه آقا عبدالله جون، آدم که پیر شد فقط به درد این میخوره که سر قبرستون مواظب مرده ها باشه. خدا رحمت کنه پدرتو، جوونی و عمرشو گذاشت روی این چوب بری. اما دیگران اومدن حاصلگی و عمر زحمتشو به این روز انداختن. زندگی یعنی همین پسرم، یه طرف میره پایین تا طرف دیگه بره بالا. اینهو الله کلنگ. بله، رسم و قاعدش همینه. روباه خرگوشو میخوره، گرگ روباه و شیره گرگه رو. این قانون خداست. این قانون خدا نیست پیر مردی، قانون جنگله. آدمیزاد هزارون ساله که دیگه تو جنگل زندگی نمیکنه. چون قانون جنگل قانون انصاف و عدالت نیست. تازه قانون جنگل قانون خدام که باشه، از کجا معلوم من از اکبر خان ضعیف‌تر باشم؟ چرا اون روباه نباشه من شیر؟
سفارشات این هفتمون خیلی زیاده. نمیتونیم به موقع کارهای حسین قلی خان حاضر کنیم. اگه هفته دیگه بشه ممکنه بتونیم برسیم. باید تا آخرین هفته چوباره تحویل بده. من به اونا قرارداد دارم. نمیتونم زیر امسان بزنم. خیلی عوض شدی. خب اونی که میتونه عشق آدمو با پول بخره لابد پس خریدن زبون آدمم برمیاد. برگشتی اینجا چیکار؟ حق با توه. باز زودتر میومدم که میخواستم تو عروسی دختر خالم باشم. میذاشتی 3-4 سال دیگه میومدی؟ درسته گیلان، من دیر اومدم، ولی همه تون میدونستین که من به خدمت نظام وظیفه رفته بودم. آخه تو پدر مادر چی فکر میکنی؟ اونی که فکر کرده میتونه تو صورت من توف کنه نمیبینم. غرور درد تو رو دوام میکنی. خاموش موندن از لعنت خدا بدتره. تو فکر میکنی گذشت زمان آدم زخم خورده رو شفا میده؟ آره، اگه نوک کارت فقط استخونش خورد کرده باشه آره، اما اگه نوش کارت به روحش، به غرورش گرفته باشه دیگه هیهات. برگشتی اینجا برای چی عبدالله؟ آره درسته، اینجا برای من جایی نیست. تو این محل واسه من یه مش دشمن باقی مونده. نه عبدالله، دست کم من از اونو نیستم، باور کن. چه کنم که تقدیر راه دیگه پیش پام گذاشت؟ تقدیر؟ تو بهتر از هر کسی میدونستی که پدرم چجور مرد و چرا مرد. تو یکی خوب میدونستی که پدر بدبخت من دست کی مرد. اون وقت بگی تقدیر تو. آخه تو چطور راضی شدی؟ از من نپرس عبدالله، من هیچ جوابی ندارم که به تو بدم. واقعا هیچی ندارم که بهت بگم. چیه رمزو؟ گل این مال تو، اینه مال تو،
اینا مهرگی هن سر وقت خوابشون ندادن پلاسیده شدن. امروز چهارشنبه است. منم مردم. اینو به هیچ که نگفتم. من یه مردم. نه من نمردم. برو برو. و اما تو پسر حساب گلیمتو داشته باش که پاتو درستر نکنی. اینجا همچین پایی رو قلم میکنم. خیلی گرون خریدیش. میترسی ضرر کنی نه؟ میترسی کفترش پر بزنه ها؟ نه ترس بیرو من نامارد حقیقت همینجا حساب تو پاک کنه. عبدالله نه استت وردار بیشور برو کنه. من بناخره یه روز تو رو میکشم. من اینجور اینقدر گردنه تو فشار میدارم که مثل سگ زیر دست پام جون بدی. باشه پسر کاری میکنم که از برگشتنت پشیمون بشی. دستای خودم میکشمت. آره بکشش. او قاتل گلاست. او گلا رو کشته. بکشش. رند بلا رو میکشم. قاتل گلا رو میکشم. اون ناقلا رو میکشم. رند بلا رو میکشم. اون ناقلا رو میکشم. قاتل گلا رو میکشم. رند بلا رو میکشم. قاتل گلا رو. سر تو بازی باشه. باید تو اون بدیو. مثلا دو چه بعد بیار اینجا. سلام. جاف سه تا بازی کن. کلک نزن. دو سه بود. یه کشتم داری. بیا. برخر مگس معرکه لعنه. من تحمل حرفای مردم رو ندارم. همچین بیرو درواسی بهت بگم. اگه یه روزی بفهمم که مردم دنبال ناموسم دارن لغاز میخونن خودم رو نابود میکنم. همینطور تو رو. این دفعه آخر باشه که بین من و تو اینجور حرفا پیش میاد. آخه باید بفهمی. من میخوام زنم مال خودم باشه. نه جورایی دیگه. اکبر خان، من زن تو. تو باید قبول کنی که همیشه حرمت تو رو به جا آوردم. تو دین ما میگن اگه زنی به شوهرش ناحقی کنه جاش تو آتیش جهنمه. اما اکبر خان، اون مرد عبدالله رو میگم پسر خاله منه. بله درسته. اینو میدونم که اون جوان پسر خالته. اما شوهر تو دلش نمیخواد که با اون روبرو بشی. چشم. حالا که تو میخوای چشم.
شما باید انتظار نداشتی من اینجا ببینی ها؟ اومدم به دیدنت چون میدونم خیلی تنهایی و تنهایی هم بد دردیه. البته خودت خواستی که تنها باشی. خلاصه اومدم کمکت کنم. اگه به غرور تو اینجور حرفا بر نمیخوره من میخوام دستتو بگیرم و ببرم پیش خودم، چون هرچی باشه پسر خاله زن منی. ضمناً این پنبرم از گوشت بیرون بیار که من باعث مرگ پدرت شدم. چی میخوای بگی؟ آو جام دلم، کسی تو این ولایت برای تو فاتحه بی الحمدم نمیخونه. مردم عامی میگن که تو اومدی تو چوب بری با من رقابت کنی، مبارزه کنی، بجنگی. آره؟ این مسخره نیست؟ این عراجیف چی که تو دهن بعضی از مردم ولایت افتاده؟ مثلا همین که من باعث مرگ پدرتو شدم و حالا تو اومدی که از من انتقام بگیری؟ اگه مردم خیال کنن که فردا صبح توی میدون شهر یه گربه با یه ببر می جنگه، خودمونیم، واسه یه ببر سرشکستگی نیست؟ از اینجا برو بیرون. خرمن گل ها
حالا نبرد تن به تن بین دو مرد غول‌پیکر، دو حریف دیرین، دو رقیب، دو مبارز، دو مرد، دو مردی که امروز رو در روی هم میستن و سرنوشتشون معلوم میشه. بیاین به میدون. بفرما اینم نهار شما. مگه نگفتم یه دیزی دو نفره واسه من بیار؟ باز که این فیسقلی رو آوردی. بابا تا با این وجه فکر چه اشتهایی داری؟ برا اینو با خودت که واسه بیارم. من خونشو میگم. بیار. مشتیش بود. اسمتو جوادی؟ بله، شما کی هستین؟ اسم من عبداللهست، یه چوب باری کوچیکی اونور رودخونه دارم. آره آره، حالا شناختمه. چوب باریتون هنو تعطیله؟ میخوام راش بندازم. دست انام دنبال چند تا چوب بار میگردم. قرصجون کردم میگن تو از اکبرخان دل خوشی نداری. اگه دوست داری خودت با یکی دو تا دیگه بیایم با من کار کنیم. بالاخره راش بندازیم. حساب همه جاشو کردی؟ میگن اکبرخان نمیذاره چوب باریتو علم کنی. میدونی من از اکبرخان نمیترسم. من یه چوپرم، یه کارگر. اینجا نشد میگم یه شهر دیگه. فکرش نکن، من کارگاه را میندازم. از هیچ کسم ترس و وایمه ندارم. فقط تو بهم بگو میه پیشم کار کنی یا نه. بهم تا غروب فرصت بده. بعد ناری میرم کارخونه با چند تا از بچه ها درمیون میذارم. سعی میکنم راضیشون کنم. اون وقتی که همه کارا درست میشه. نه دیگه هر بلند بس تنگی بود که اصلا نتونستم بلندش کنم. تنگی
بعد بلندش کردم گذاشتم این زیر عرقه وسط دونستش کردم ولی خیلی سنگ بینم جواد شکمت پیو برده اندازه مواجبی که میگیری کار نمی کنی کودو مواجب غلام این پول بخور و نمیری که ما میگیریم دیگه جای منت کشیدن نهره اگرم دوست نهره میتونی ما رو مرخص کنیم با این چندر قاضی که میدیم فکر میکنی جون آدم رو خریدین نداشت ما حوصله گندگویی شما رو نهره هر شکمت سیر شده و زبونت دراز صحیح غلام اونو بیارش تو ببینم چه مرگشه بیا ببین اکبر خان چه کارت داره بیا ببینم کلا حالا کارت به جایی رسیدی که میخوای کارگرهی من اطفال بکنی خورد بکنی یوسف بله خانم برو استکانه رو وردار یه دور دیگه براشون چایی ببر خانم همین الان براشون چایی بردم خیلی خوب برو خدا قوت برادر بی زحمت یه دقیقه بیا پایی ببخشی آسد مشتبه رو میخواستم ببینم چی کارش داشتین؟ میخواستم یه مقدار چوب ازش بگیرم عره کنم والا میدونی برادر حالا که فکر نکنم چیزی بهت برسه میدونی چیه داداش تمام درخت های این طرف تا سه ماه دیگه کنترات اکبر خانه بازم که کار خاموندین بریم به کاراتون برسین اینجا که مهمونی نیست بهتره بری به کارجره ارباب در را نهید کنید قلوم مواده اون چای که دهنه کندت باش بلش کنین سر به سرش نذاری اون دلش از جای دیگه پره قیافه من خوشش نمیاد خب نگفتی آسد مشتبه رو کجا میتونم ببینم صد متر بالاتر بری دست چپ میرسی به دفترش من نمیتونم با اکبر خان سرشاخ بشم اون سالهاست مشتری منه اگر چه ارزون تر میخره ولی من مجبورم باهاش را بیام راستش کاری از دست من ساخته نیست حسد مشتبه تو باید به من کمک کنی شاید تو یکی بیشتر از هر کسی وضع منو بدونی میخوان چلومو بگیرن نزنن چرخ کارگار رو را بندازم تا که یه وقتی با مرحوم بابای من دوست بودی و خونی یکی بودیم حالا حقش بود هوایی منو داشته باشی نفهمیدم چرا از وقتی دوباره پامو توی شهر گذاشتم پسر شمر زل جوشن شدم و همه روشون رو برگردوندم حتی آسد مشتبه دوست قدیمی بابا والا نمیدونم چی بگم یه بار چوب بیشتر نمیتونم بهت بدم تا دو هفته دیگه هم اینجا پیدات نشه اینم قبض خروجیش ببخشین آقا یه بار چوب هم یه الان میخوام بیا اینم برگ خروجش دیر اومدی بخوای زود بری یا خودم معطلی داره باید وایسی تا نوبتت بشه تا غروب طول میکشه ببین چی بگم حقت میرسه بار این کامیونا همش مال اکبر خانه تو این چند هفته داریم سفارش های اونا رو پر میکنیم اون اکبر خانه خورنده کارخونش هم خیلیه من با یه بار چوب بارم سر چی معامله میکنی؟ آقا پسر اون چوبا صاحب داره تو برو به کار برس صاحبش هم خیلی گردن کلفته بچه بیا نزدی که یه خبرهایی هرچی ما کتا میام تو پاتو از گلیمت درستر میکنی مگه اینجا خونه خلاص ها؟ من نیمدم با شما یکی بدا کنم یه بار چوب دارم علالم تحویلم دادم وای شبینه خواهد بزنینش Yeah.
ملل برای تن لش. از شما ها اونجا چه غلطی میکردین؟ اگه بنا باشه هر کی از راه برسه و هر کاری دلش بخواد بکنه که نمیشه. بیارزگی شما ها برای من گران تموم شد. تو این 30 ساله هیچ کس نتونسته چوب لای چرخ زندگی من بذاره. اکبر خان، ما سعی خودمونه کردیم اما نفست ببار پرخور بیخاصیت احمق. این پسره باید تون این پر رویش پس بده تا بفهمه اینجا دنیا دست کیه. خدایا شکره. این اره چه چهته ای را انداخته، این بلبل داره میخونه. بسخلان، بهتر نیست به این پسره بگی صدای نره لعنتیشو ببره. آره برادر، بهتر اینا صداشون در نیاد. آخه اینجا هیچ که اینجور سرصدا رو دوست نداره. ببینم، 4-5 تایی این همه را اومدین اینجا که همینه بگین. اینجور خیال کنی بهتره آقا پسر. خیلی هم به صلاحشه. اسخالم، اون پسر باشعوریه، تو فه بگی، اون از فرداد رد شده. بریم پی کارتون ول کرده یه بدبخت. بریم به اربابتون خبر بدین اره کارگاه عبدالله را افتاده و صداش اینهو بلبل چچه میزنه. نه گفتم که این پسر یه تختش کم و ما خلق اللهش از کار افتاده. بله شما فرمودین، اما اینو باید اسخالم حالیش کنه. حالیش کن. والا میدونی ما میخواستیم برای تو زیافت بپا کنیم. اینجا حساب شو برسین. یک کنار مطل نکن. نه باشو نه نه خب دیگه به زانو در اومد. چیتون رو بفرمی. از اولش هم من نباید میذاشتم کار به اینجا برسه. حالم زیاد دیر نشده، صداشو میبریم. جسارت نباشه قربان بنده، که همون اول عرض کردم نباید بهش میدون میدادیم. در صورت دیگه پاشو خیلی بیشتر از گلیمش دراز کرده. این وضع برای من قابل تحمل نیست. توی کارخونه من هیچ وقت از این حرفا نبود. پس اگه اجازه بدین همین امشب ساکتش کنیم. امشب؟ اگه بیشتر از این میدون پیدا کنه برامون دردسر میشه اکبر خان. میترسم کار به جایی برسه که بعدا نتونیم از عهدش بر بیایم. اگه اجازه بدین همین امروز قالشو بکنیم. نه، فردا.
فردا صبح 4-5 نفری میرید توی خراب شدهش و قالشو میکنید. من فردا صبح به اسم شکار میرم جنگل. نزدیکی های گروه برمیگردم. میخوام برای همیشه دهنشو ببندید. با این کار دیگرانم حساب کارشونو میفهمد. خب اشبر خان، ما رو مرخص میفرمید؟ میخوایید برید؟ خیلی خب برید، ولی مواظب تمام جوانب باشید. نمیخوام برام علم شنگی را بندازید. دیگه حرفی ندارم. خب پس با اجازتون دیگه سفارش نمی کنم. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ قربان. اسباب زحمت شدیم گیلان خانم، میبخشیم. خواهش میکنم. خداحافظ. 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 خانم، خانم گوش کن چی میگم. بله قربان. من درست سر ساعت 5 بعد از ظهر برمیگردم. یه جوری باید ترتیب کار بدی که وقتی برگشتم شهر خبرش به گوشم برسه. خیالتون از هر بابت راحت باشه. برو ببینم چیکار میکنیم. چطوری عزیزم؟ دارم سنگای جلو رامونه بر میدارم تا با خیال راحت زندگی کنیم. رمزون بیا جلو. رمزون حالت چطوره؟ اومدی جنگل گل بچینی؟ من گل نمیپوشم. من مردم. من گل رو نمیکشم. من قاتل گل نیستم. گلاتو من میخرم، هر چقدر پول بخوای بهت میدم. من گلامو بهت نمیپوشم، به تو گل نمیدم. تو گلا رو دوست نداری. به من گل نمیدی که نده پدرک. برو گم شو مرده شروع اون ترکیبت هم ببرن. سر این دیگه لیاقت محبت منو نداری. تا 100 ساله با من پدر کشتگی داره. نه زنده بلا رو میکشم، اون آقلا رو میکشم، قاتل گلا رو میکشم، رد بلا رو میکشم، اون آقلا رو میکشم، قاتل گلا رو میکشم. آی بچه ننه از سوراخ موش بیا بیرون. روز روشن کجا رفتی قایم شدی؟ دیگه داری کفرم و بالا میری. ای از خدا بی خبر، دارین چی کار میکنید؟ چرا اینجا رو به هم میاریدین؟ چرا آخه؟ مگه شما با من چی کار دارید؟ من که کاری نکردم. الان معلومشه. منو ول کنید. بگو کجاست. میدونم کجاست. بگو کجاست. من خبر ندارم. حرف بزن. من نمیدونم تو چی میگی. اگه دلت میخواد از اون زهره بشنوی حرف بزن. من خبر ندارم.
خدا بالاخره انتقام ما رو از شما هم میشه. دهانه تو به من تیره مار. پس چی شده؟ اینجا چه خبره؟ چرا لال شدین؟ چیزی نیست سرکار، اومدیم حسابمونو با این پسر پاک کنیم. مگه اینجا شهر هرت جرجل غلطی دلش خواست بکنه؟ اومده بودیم بهش بگیم راشو بکشه از اینجا بره. از روزی که پاشو گذاشته تو این ولایت یه دقیقه آسودمون نذاشته. کار و زندگیمون داره از دست میره. اگه از این شهر بیرونش نکنی مجبوریم خودمون بیرونش کنیم. خلام داری زیادی حرف میزنی. یالا متفرق شین، برین زود باشین، برین پی کارتون. هر کی هر شکایتی داره باید زیاد پاس کنه. اکبر خان رفته بوده شکار تو جنگل، براش اتفاقی افتاده. چه اتفاقی ممکن افتاده باشه؟ بچه بیاین. قربان تو جنگل اکبر خانو کشتن، با گلوله از خور زدن. برین بگردین عبدالله رو هر جا باشه پیداش کنین. بله قربان. سه روز منو اینجوری نگه داشتین که چی؟ ما که نباید قضیه اکبر خان روشن بشه. تحمل داشته باش، امروز مرخصت میکنم. میدونی چیه؟ هنوز مدرکی بر علیه تو پرونده نیست. مرخصت میکنم، اما باید تعهد بدی تا اطلاع ثانوی از این شهر خارج نشی. حرفی ندارم. باشه، بیا اینجا رو امضا کن. میتونی بری. نگهبان بره. اون یکی کی بود؟ چطور نمیشناسیش؟ ملیحه دختر مرحوم اکبر خانه، دختر زن اولشه، تو تهران درس میخونه. سلام. سلام. این یه گل مال تو.
گریه نکن، گولا خوبن، دوستشون داشته باش. تو این گولا رو نمی کشی، نه نمی کشی، تو این رو دوست داری، دوستشون داری، تو گولا رو دوست داری مگه نه؟ اینا گل بهشته، گل نمیتونیم تحمل کنیم قاتل آزادانه تو شهر راه بره. اون نه تنها قاتل اکبرخانه بلکه قاتل همه امام هست، چون از وقتی که این کارخونه تعطیل شده زن و بچه امام گشنه موندن. یه فکری بکنیم، اینجوری که نمیشه. راست میگه، اگه دست رو دست بذاریم از گشنگی میمیریم. اول باید از اون نامرد انتقام بگیریم، بکشیمش، زندگیش آتیش بزنیم. انتقام، 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 انتقام. نقشه خوبی براش کشیدم، دنبال من بیاین. بریم. نشستی تو آدمای شوهرت حس و نیست منو با آتیش بکشن. تو چرا نمیخوای به اونا حالی کنی که من تو این ماجرا بیگناه؟ انبار چوب منو خراب کردن، اگه ژاندارما نرسیده بودن کارخونه من با خاک یکسون بود. تکلیف منو روشن کن، چرا با من نمیشه جلوشونو بگیری؟ این شهر پاسکا داری؟ گیرم تو خوب میدونی که من شوهرتو نکشتم، پس چرا جلو آدماشو نمیگیری؟ من نمیتونم با یه شهر در بیفتم. یه بار که گفتم تو باید میرفتی پاسکا، اینجا برای چی اومدی؟ خب معلومه، اومده که معشوقه یه سابقش رو ملاقات کنی. آقا
زود از میدون بیرون رفته. بیچاره پدرم. شما باید ملیح دختر محروم اکبر خان باشی. شما دیگه چرا چشم بسته حرفای مردم این شهر قبول میکنی؟ حرفای اونا سن نار نمیارزه. همه شون مثل بزن. یکیشون که میپره بقیه دنبالش میرن. از این شهر شده یه دارون مجانی. انگار همه شون با من پدر کشتگی دارن. هیچ کدوم از این حرفا تو رو از گناهی که کردی تبرئه نمی کنی. تو باید تقاص خونه پدر بیچاره ای من رو پس بدی. من اکبر خانو نکشتم. من پدرتو نکشتم. تو چرا نمیخوای حرف بزنی؟ به اون بگو که من قاتل اکبر خان نیستم. من نمیتونم دست به کشتن کسی بزنم. اون نمیتونه منو بشناسه. چرا؟ خوب میشناسم. تو یه قاتلی. این شما دوتا لعنتی بودین که باعث از بین رفتن پدر من شدین. من نمیدونم تو با چه روی توی خونه قدم گذاشتی. لااقل بذارین کفن اون بدبخت خوش بشه. پستی و بیشرمی تو چه حد؟ گمشو از اینجا برو بیرون. من تقاص خونه پدرم ازت میگیرم بیشرف قاتل. عجبو یه تا کپا برو پیش اون آهنگره ببین اون خار شکسته رو جوش داده ورش تو بیار. گمون کنم دیگه حاضر باشه. چشم الان میرم یعنی تا برمیگردی منم میرم کنده ها رو میارم.
بوش بوش بری بی یدب و بی یدر نیو پور نیو پور ساحت دارم ساحت رمزون اون چیه؟ ساعته؟ نه این ساعته ساعتی ساعت چنده؟ ده دقیقی مونده به لقمه لقمه اونا از کجا پیدا کردی؟ نه 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 این ساعت خودمه مول خودمه ساعت اکبر خانه سب کن ببینم بسته باید کاری ندارم بسته تلخیر آلتی نبود سب کن رمزون بایسا رمزون کجایی نه نه برو برو جون مادرت به من کاری نداشته با برو نه 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 آی دنبونم دنبونم نکش پایین نکش پایین دایبونم افتاد نه برش حالا بی دایبون شدم دایبونم بده آقای تک دست بالا شلوار تو بپوش تو اونو بیار پایین تا این بیاد بالا شلوار تو بپوش بیچاره اکبر خان نه آدم کش ببینم رند بلا رو میکشم او ناغلا رو میکشم قاتل گلا رو میکشم ملی خانم قاتل گرفتن ساعت خدا بیامرز اکبر خانو پیشش پیدا کردن اقرارم کرده که اکبر خانو کشته الان بردنش تو پاسگاه
توی این مدت همه کارگران از کار بیکارن. من بهشون قول دادم همین روزا دوباره کارگاهو را بندازیم. خلاصه نمیدونم، باید شما یه کاری بکنیم. قاتلم که شناخته شد. من نمیتونم هیچ کاری بکنم. میدونی که من از این کارا هیچ سررشته ندارم. حالا تا هفته دیگه باشه ببینیم چی پیش میاد. انشالله که به فکر ما باشین. ما هنوزم مثل سابق کوچیک و نمک پروردی. خداحافظ شما. به سلامت. حالا تهمت هایی که به هم زدی پس میگیری؟ ناشیگری ممنونم و الا قلبتو سوراخ کرده. تو چرا میخواستی منو بکشی؟ بالا چرا اومدی نجاتم بدی؟ تو اصلا چته؟ دیوونه ای نه؟ من خیلی درباره ای تو اشتباه کردم. منو ببخش.
تو منو میبخشی مگه نه؟ منو میبخشی نه؟ دیگه حرفش هم نزن، باید پیش میرمد. قبول کن که من گناهی نداشتم. درسته، هرکی دیگه هم جایتون بود همین کار نکرد. بلند شو، همه این جنگل رو میگرفت، اینجوری سرما میخوری. بلند شو، کمکت میکنم. بلند شو. من نمیخوام هیچ کس از این جریان خبردار بشه. پس به حکیم باشی محله چی بگم؟ اون که میفهمه این زخم گوله است. نمیخواد پیش حکیم باشی بری، خودم میام زخمتو پانسمان میکنم. آره اینجوری خیلی بهتر میشه، با دست خودت مرهم میذاری رو زخمی که خودت. اوه من که ازت عذرخواهی کردم. اگه مرا کشته بودی با عذرخواهی زنده نمیشدم. خوب حواستو جمع کن، ببین این ساعتو میشناسی؟ این ساعت از کجا آوردی؟ مال کیه؟ یه ساعت مال منه. من ساعتم. خب ساعتمو بدی. رمضان تو دیگه منو کلافه کردی، بگو ببینم اکبر خانو کشتی یا نه؟ آره دیگه خودم کشتمش. بابا میخواستی کی ما کشته؟ خوب کار کردم نه؟ تو کشتی؟ چجوری کشتی؟ چجوری کشتم؟ اینجوری دوختمش با نخون سوزن، با جوال دوز، با سنجاقلفی دوختمش. یواشو دوختم، چشاشو دوختم، نفسشم دوختم. حوصله‌ام سر برد، این نمیتونه مرتکب قتل بشه، باید یکی دیگه اکبر خانو کشته باشه. آره آره اون خودش گفت میکشمت. کی گفت؟ کی گفت میکشمت؟ آقا عبدالله گفت. آقا عبدالله گفت میکشمت، با دستای خودم میکشمت. خودش گفت میکشمت، گفت زنده بلا رو میکشم، ناغلا رو میکشم، قاتل گلا رو میکشم. گلوله چطوره؟ بهتر شدی؟ آره بهتره. چرا اونجا زیر بارون وایسادی؟ خیس میشی. بی بالا تو ایوون. میخوام زخمی تو ببینم. آسینی تو در. همینجا؟ ممکنه ما رو ببینم. این تو چیه؟ یه کلبه متروکه. چه خوب، بمیریم تو زخمت پانسمان کنم. بیا
به هر حال از اتفاقی که افتاده خیلی متاسفم. والا نمیدونم چی بگم. حق داریم قصه دار باشیم. مزاحمت ما هم بیشتر ناراحتتون میکنه. اما چاره ای نداریم. ما مأموریم و معذور. پرونده باید تکمیل بشه. باید اطلاع داشته باشین که ما رمزون، همون دیوونه ای که متهم به قتل اکبر خان بود، آزادش کردیم. مدارک نشون میده که قاتل شخص دیگه یه. اونجور که از حرفای رمزون دستگیرمون شده، گویا یه روز عبدالله، پسر خالتون، در حضور شما اکبر خان خدا بیامرز و تهدید کرده بوده که همین روزا اونو میکشه. اگه شما این جریانو بگین، فکر میکنم مدارک ما برای دستگیری عبدالله به اتهام قتل اکبر خان کافی باشه. میدون پشت بازار گردن اون خدا بیامرز رو گرفت، مثل قصابی که میخواد سر گوسفندی رو بباره، چسبوندش به جیب، سرشو کوبید به آهن. اون خدا بیامرز مثل کفتر پرشکسته تو مشتای اون بیرحم اسیر بود، تکون نمیتونست بخوره. هرچی از دهنش در اومد بار اون مرد بدبخت کرد. بعدش هم گفت بالاخره میکشمت، یه روزی مثل سگ میکشمت. خدا بسته بسته برای خدا بسته نرفتم خواهش کردم. خب متشکرم، دیگه بیشتر از این مزاحمتون نمیشم. مروان زیاد خانم، امیدوارم غم آخرت باشه. من که خدمتتون عرض کردم، همون روز اول گفتم کار این پسر است. از روزی که اومده اینجا عبدالله، محض رضای خدا دست از این لجبازیت بردار و بیا یه چند روزی از این شهر برو بیرون. اگه نری همین الان میان تو رو میگیرن. آخه چرا من باید فرار کنم؟ من که گناهی نکردم. من همه اینا رو میدونم، ولی الان تمام مردم شهر حتی مامورای امنیه میخوان تو رو بگیرن پسرم. من از اونجا میام، غلام و دار و دستشم میخوان تو این شلوغی تو رو بکشن. ولی من جلوی اونم وای میستم. جوونی نکن آقا عبدالله، تو رو ارواح خاک پدرت روی من و زمین ننداز. بیا و برو، نزار یه اون پشیمون بشی. ساعتی که اکبر خانو کشتن اون کارگاهش نبود، یادتونه؟ دارن به اینجا نزدیک میشن. مردم شهر دنبال سر مامورای امنیه را افتادن. آقا عبدالله را بیفت برو، نزار تو رو به اسم قاتل اکبر خان بگیرنت. بیا فوراً از این در پشتی فرار کن. قاتل اکبر خان عبدالله است، حاضرم قسم بخورم. از جا تکون نخور. قاتل اکبر خان؟ تو قاتل اکبر خانی؟ کجا میخوا بری؟ مگه میشه؟ آره؟ مراز خود آی مردم، به خدا اون بیگناه، محض رضای خدا نیاید. Thank you.
آخه باز اینجا نیست. سرنوشتم قایم میشم چون نمیخوام گوشه زندون بپوسم. نمیدونم چرا همه این مردم این شهر دست به دست هم دادن که منو از بین ببرن. نه اینطور نیست. تموم شد عبدالله، مواظب باش حماقت نکنی. بیا جلو مواظبش باش. دستتو بیار بالا. اگه بخواد تلاش کنه نشه بری کنار.
تو میخوای بری؟ منم با خودت ببر. من وسط گل آوردم. گلا رو نگردارم ازم. من بر میگردم. تو که بر میگردی؟ تو بر نمیگردی. منم با خودت ببر. منم با خودت ببر. منم با خودت ببر. تویی عقلم، تویی کارم.